یک روزنامه انگلیسی در گزارشی وضعیت حقوق بشری مسلمانان سر و سر جهان از جمله مسلمانان چین را بررسی کرد. به گزارش شیویوز روزنامه انگلیسی فاینشال تایمز در گزارشی با عنوان حقوق مسلمانان با نبرد ویرانگر روبروس در حالی که جهان چشم بسته است به بررسی وضعیت حقوق بشری مسلمانان در نقاط مختلف جهان پرداخته است. در این گزارش که نوشته ی ادوارد لوس است آمده تصور کنید اگر چین بیش از یک میلیون مسیحی را بازداشت می کرد یا هند همه پناهندگان به جز مسیحیان را می پذیرفت. بر اساس این گزارش اگر این اتفاق رخ می داد غرب در وضعیت خشم شدیدی فرو می رفت. اما این تدابیر در حق مسلمانان اتخاذ شده است و غرب اقدامی نمی کند. این نویسنده می گوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس مدعیان که حقوق مسیحیان در جهان را حمایت می کنند. این گزارش ادامه داد آنها با دست کم گرفتن نقض حقوق بشری و تخلفات گسترده ضد مسلمانان در جهان اعتبار غرب را به عنوان حامی حقوق بشر به خطر می اندازند. لوس در این گزارش آورده است که این بی باعث تغییر به سمت ملیگرایی مذهبی می شود روی کردی که در برخ نقاط جهان اسلام آغاز شده است. بر اساس این گزارش از آنجا که مسلمانان نسبت به بیشتر اقلیت ها در جهان با نارضایتی و عصبانیت رو به رو هستند بنابراین مشکلات و رنج آنها امتحانی برای لیبرال دموکراسی است که آیا لیبرال دموکراسی واقعا به معنای آنچه ادعا می کند است؟ به باور این نویسنده دولت اصلی وجود دارد که جهان نسبت به رنج و مسلمانان و نقض حقوق بشر ضد آنها بی هستند. دلیل اول سیاسی و دلیل دوم چگونگی برخورد کشورهای اسلامی با اقلیتهایشان است.